یه سوالی که خیلی تو ذهن من اینه که روشن ضمیری چیه؟ خیلی جنبه های مختلفی داره. روشن ضمیری، ضمیر روشن، ضمیر یعنی من روشن، و این من روشن اشاره به انداختن نور به اون قسمت تاریک داره. در اصل همون چیزی که یونگ بهش میگه سایه. تو هرچی بیشتر خودتو بشناسی به روشن ضمیری نزدیکتر میشی. حالا توی روشن ضمیری اون وجهشو که فقط برداشتن بقیه ماجرا رو حذف کردن واسه همین خیلی تعریف مفهومی نداره، اینه که تو توانایی های مختلفی رو ممکنه در طول این مسیر کسب بکنی. یه سری ها ممکنه روشن بین بشن، یک سری ها روشن شنو بشن، یک سری ها روشن حس بشن. حالا کلمه های مختلف انگلیسی داره، clear voyance داره، clear audience داره، clear sentient داره و الاخر. اینه که تو هر کسی چه حسی بیشتر توسعه پیدا بکنه متفاوته. حالا ممکنه تمارین مختلفی داشته باشه، ممکنه ذاتن یک خصوصیت یا قابلیتی رو بتونه در خودش بهتر پرورش بده، متفاوته. اما اصل قضیه شناخت خوده. بدون شناخت خود، بدون نور انداختن در اون قسمت ناخودآگاهمون که بهش میگیم سایه، روشن ضمیری امکان پذیر نیست. که برمیگرده به مبحث کودک درون، یعنی با کودک درون شروع میشه دیگه. الان این توضیحاتی که شما دادید به معنای اینه که در لحظه باشیم؟ من فکر کنم شما سوالاتون رو خیلی جلو جلو میپرسین و این حتما تو ویدیو باشه. این دوتا عزیزی که دارن ویدیو میگیرن و سوال میپرسن یه 3-4 سالیه با من، و یهو 12 قدم میره جلو، یهو میگه در لحظه باشیم. آره یعنی در لحظه باشیم، ولی الان همه هنگ میکنن که یعنی چی روشن ضمیری به در لحظه بودن چه ربطی داره؟ در لحظه بودن یعنی اینی که تو بیشتر کنترل داشته باشی روی ورودی ها و خروجی ها. در لحظه بودن یعنی بیشتر آگاه باشی به اتفاقاتی که اطرافت داره میفته و آگاهانه بتونی عمل و عکس العمل داشته باشی. این معنی در لحظه بودنه و اصلا چیز دست نیافتنی و نمیدونم عجیب و غریب و یا چیز خیلی ساده ای اینجوری نیست. خیلی یه تاچ ریزه که تو باید بیشتر و بیشتر و بیشتر هر لحظه بتونی حواست رو به لحظه حال جمع بکنی. ولی واقعا یه موضوعیه که بذارید سر وقتش. 14-16 هفته کودکی در اونو میپردازیم، تازه جلسه آخر در مورد در لحظه بودن حرف میزنیم. استاد من یه سوال برام پیش اومده که شاید خیلی از شنونده ها دوست داشته باشن اینو بدونه. بینندم هستن. خب درست. چرا بعضی از روح ها پرچالش ترین و سخت ترین سناریو ها رو توی زندگی فیزیکی انتخاب میکنن؟ اولا که کی گفته هر چالشی که ما داریم چالش روحه؟ کی گفته؟ تو درسته خیلی چالش های ترسناکی داشته باشی و خیلی سخت که اصلا هر کی ببینه میگه بابا این چجوری دوام آورده، ولی کی گفته این چالش روحه؟ انتخاب های فیزیکی من که مسلماً و طبیعتاً انتخاب های روح من نیست، خیلی وقتاش مرتبط با ایگوی منه، مرتبط با کودک درون منه، مرتبط با اون وجه ناخودآگاهی که نمیشناسمش و از زمانی که در رحم مادر بودم شکل گرفته، این باورها مستقیم و غیر مستقیم، آموخته هایی که به صورت احساسی داشتم، ذهنی داشتم، تو مدرسه، جامعه و و و و همه اینا شده یه من که دارم تصمیم میگیرم. کلی ترس تو منه، کلی باور محدود کننده تو منه، نتیجهش میشه اون چیزی که ما داریم بهش میگیم انتخاب روح. چرا انقدر سخته؟ اصلا ربطی به روح نداره، خیلی وقتا ربط به انتخابهای من داره و خودناشناسی که من نسبت به خودم دارم. الان قبل از این در مورد در لحظه بودن گفتم هرچه من بیشتر بتونم آگاه باشم به عمل و عکس العملم، به ترس هام و به باورهای محدود کننده که در ناخودآگاه دارم، میتونم مسیر سهلتر، لذت بخشتر و آگاهانه تری رو طی کنم. اون وقت قشنگ میشه که بیایم بگیم که چرا روح انقدر سختی رو انتخاب کرد. اما این رو هم پاسخ میدم، بله، بعضی وقتا یک روح که داره میاد زمین انتخاب میکنه که درساش یه ذره سنگین باشه. مثلا عزیزی که میاد رو زمین و
نقص فیزیکی داره، معلولیت داره، مسلماً محدودیت‌های بسیار زیادی رو به نسبت کسی که این محدودیت رو نداره داره تحمل میکنه. چرا روح این کار رو کرده؟ خیلی به زبان ساده و عامیانه میگم، انگار که تو مدرسه دبستان بودیم دو سال یکی میکردیم، میگفتیم خب تو تابستون یه سال دیگر رو میخونیم که یه سال جلو بیافتیم. برای روح خیلی این مطلب خیلی اینجوری معنی نداره جلو بیفته، ولی انگار که در خودش این توانایی رو میبینه، خودش رو به چلنج و چالش میکشه که بتونه درس‌های بیشتری رو در بازه زمانی کمتری در سطح فیزیکی طی بکنه. مسلماً بحث زمان برای روح به این شکل تعریف نمیشه، ولی تعریف میشه. همین. هم نمیشه و هم میشه. خب من یه سوال برام پیش اومد. نکنه میخوای بگی پارادوکس. نه نه نه. اونو که بعدش میگم. میپرسم. وقتی که خب یک روح انتخاب میکنه که یک مسیری رو بیاد طی کنه روی زمین، یک مسیر خب سهل و راحتی رو انتخاب میکنه، ممکنه پس با انتخابش سخت هم بکنه، درسته؟ بله 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 بله. اینی که الان شما میخوای بری همین شهری که هست، راحت ترین راه اینه که ماشین تو حیات مثلا هست، سویچ رو برمی‌داری، استارت میزنی، 50 ثانیه بعد تو شهری. یه راهش هم اینه که بری لب خیابون مثلا تاکسی بگیری و و و. یه راهش هم اینه که پیاده را بیافتی بری. یه راهش هم میگه نه بذار امتحان کنم چقدر میتونم سینه خیس تا شهر برم. تو تا شهر رفتی، به چه روشی و چه چیزایی رو تجربه کردی؟ الان همین رو مقایسه کنیم. سلام، یه چیزی رو بگم و برم. همین نواری که این بالا سمت راست باز میشه، هم تو کپشن ویدیو من یه لینکی گذاشتم به یه پلیلیستی میره که ویدیوهایی که در مورد روح صحبت کردم رو اونجا لیست کردم، از سفر روح و هبوط گرفته تا انتخابهاش و اینکه کلن روح چیه. بهت پیشنهاد میکنم بعد از این ویدیو اون پلیلیست رو باز بکنی و بیشتر در مورد روح بدونی. بریم ادامه ویدیو. تو یک دقیقه سوار میشی، مثلا دارم میگم، یه مسافتی رو با ماشین میری، چه چیزی رو در یک دقیقه تجربه میکنی؟ این مسیر رو پیاده میری، یک دقیقه میشه 20 دقیقه. تو این 20 دقیقه چه چیزایی رو تجربه میکنی؟ تو این 20 دقیقه خیلی چیزایی رو میبینی که تو اون یک دقیقه نمیتونی ببینی. سر راهت وای میسی، از این درخت عکس میگیری، با اون گله حرف میزنی، سگه میدوه جلو پات، یه تجربه ای داری. تو ماشین این اتفاق واسط نمیافته. زود رسیدن دلیل بر خوب بودنه نیست. تجاربی که این روح داره کسب میکنه خیلی متفاوته. تجاربی که اون روحی که انتخاب میکنه بیاد یه مقدار مسیر به نسبت از دیدگاه فیزیکی من سختری رو طی بکنه، صدها برابر متفاوته از اون تجاربی که من انتخاب کردم خیلی راحت بابا پولدار بیام و عشق و حال و اینا، که ما فکر میکنیم تجربه راحتیه واسه روح. ما اصلا نمیدونیم، شاید اصلا انتخاب روح این نبوده. درسته گفته در خانواده متمول بیام، ولی قرار بوده که خودش بیاد یه درسی بخونه، یه تخصص یاد بگیره، یه کاری بکنه، یه مسیری رو خودش بره. مثال بودا دیگه، بودا یک شاهزاده بوده میگن، ولی یه روزی احساس میکنه این شاهزاده بودن به دردش نمیخوره، یه کوله میندازه رو دوشش و میزنه به دل جاده زیر یک درخت به نام بودا، میشه بودا. درخت چی بوده؟ اوناوز. گفتم؟ بله مرسی. خب با توجه توضیحی که دادین، شما یاد یه مطلبی افتادم که چند وقت پیش در مورد یه واژه‌ای به نام NPC صحبت کردید. اگر امکانش هست در مورد این واژه یه پست داشتیم، این پست رو موقعی گذاشتیم که اون فیلم فری گای بود، گذاشتیمش برای پست فری گای گذاشتیمش. NPC Non Playable Character. در بازی‌های کامپیوتری اگر بازی کرده باشید، منظورم بازی کامپیوتری این کندی کراش نیستا، بازی قشنگ مثلا داری بازی کنی، چیزایی که شخصیت توشه، تو یک داستانی رو طی می‌کنی. توی بازی‌های کامپیوتری تو یک شخصیت داری و در این بازی با شخصیت‌های مختلفی طرف می‌شی که اونها یک نقش بسیار مشخص و واحد و تکراری دارن. میتونیم حتی اشاره کنیم به شخصیت‌هایی که در سریال وست ورلد بود و خیلی دوستش دارید و دیدینش. کارهای تکراری میکنن، آدمایی که از بیرون میومدن به عنوان اینکه اینجا یک حالت ادونچری داره، یه شهر بازی طوریه
و یک تجربه ای رو اونجا کسب میکردن و میرفتن. نان پلیبل کرکترها افرادی هستن که نقششون کاملا تعریف شده است و جز اون نقش کاری رو انجام نمیدن. تو هم نمیتونی باهاشون بازی بکنی، نان پلیبلن، یعنی بازی پذیر نیستن. نقش تعریف شده، کاراکتر تعریف شده، دائما اون کار رو تکرار میکنه. وقتی هم که نقشش تموم میشه، اگر دوباره بهش مراجعه کنی، یک جمله تکراری رو مثلا هی تکرار میکنه و اتفاقی نمیفته. شما واقعا حواس منو داری پرت میکنی بچه ها، اصلا من نمیفهمم چی دارم میگم، اصلا من نمیفهمم چی دارم میگم. سوال ها داشتیم، اصلا من نمیفهمم چی دارم. این تیکر رو کات کنم. داشتم میگفتم، حالا اون پستی که من گذاشتم که نوشتم تایتلش هم این بود NPC نباشیم، یه مبحث خیلی جدیه، خیلی جدی. آیا با توجه به نوع زندگیت، شغلی که داری، تحصیلی که میکنی، تو خانواده‌ای که هستی، یک روتین خیلی تکراری و ساده و عادی و یا حتی سخت و پیچیده ولی تکراری رو داری طی می‌کنی و امروز و فردات خیلی شبیه همه؟ آیا در یک فرکتال یا چرخه تکرار شونده ابدی انگار افتادی و دائما داری این مسئله رو تکرار می‌کنی؟ اگر آره، شاید NPC شدی، شاید NPC هستی. دنبال یک بیت شعر میگردم از جناب ابتهاج فقید که چند وقت پیشا داشتیم تو ماشین گوش میکردیم. میگه عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. از دیدگاه من اگر این عشق نباشه که تو قلبته، که به ندای درونت مرتبطه، آدمیزادی اصلا آغاز نمیشه. تو توی اون بازیه وقتی داری بازی میکنی، یک آدمیزادی هستی که خودت رو جای اون نقش گذاشتی، حالا جویستیک دسته، کیبورد دستت یا هر چیزی، داری هدایت میکنی اون شخص رو، داری زندگی میکنی باهاش توی اون بازی. ولی اون NPC ها سر جاشونن، چه تو این پا باشی، چه کس دیگه ای بیاد، چه میلیون ها نفری که اون گیم رو نصب میکنن، اون NPC یه کار ثابت داره انجام. ولی این شخصیتی یه کار ثابت انجام نمیده. یه جاهایی میره، یه جاهایی نمیره، یه سری امتیازات رو میگیره، یه سری امتیازات رو نمیگیره. عشق آغاز آدمیزادی است. اگر زندگیت خیلی تکراریه، حواستو باید جمع کنی، از این فرکتال، از این چرخه تکرار شونده معیوب خودتو بیرون بکشی و آگاه بشی به انرژی ها، آگاه بشی به جهان هستی که فقط فیزیکی نیست. 4.5% فیزیکیه، 4.5% رسماً دانشمندا محاسبه کردن، اعلام کردن 4.5% کل این جهان فیزیکیه. حالا من تمام زندگیمو، تمرکزم رو، عمر 70-80 سالمو بذارم رو 4.5%، پس اون 95.5% دیگه چی؟ کی بهش برسم؟ فکر میکنم کافی گفتم. به یه مسئله برخورده بودم چند وقت پیش که دچار یه جور پارادوکس شده بودم. از دیدگاه من البته، یعنی فکر میکردم که پارادوکس باشه. قبلا شنیده بودم که حقایق در یک سطحی نیمی از حقیقتن یا دروغی بیش نیستن و من اینو رسماً تو یه بازه از زمان توی زندگیم تجربه کردم. و وقتی دچار این پارادوکس شده بودم، مونده بودم که چطور میشه که یه سری حقایق توی ساعتی کاملا دروغ میشه. دوباره سلام. این مبحث که هر حقیقتی تنها نیمی از حقیقته، بخشی از یکی از 7 اصل بنیادین هرمس در مورد کل کائناته. تو کپشن و این بالا سمت راست لینکش رو میگذارم که حتما بهش مراجعه بکنی، از نون شب واجب تره. بریم ادامه ویدیو. اول پارادوکس رو تعریف کنیم. پارادوکس یعنی یک مفهومی یا یک اتفاقی یا یک حتی عبارتی
که با خودش میتونه تناقض داشته باشه، یا در آن واحد هم منطق داشته باشه هم خیلی بی‌منطق باشه یا مسخره باشه. مثلا یک مثالی رو که در مباحث فلسفی خیلی عنوانش میکنن، میگن که یک عبارتی میگن This statement is false، یعنی این عبارت غلط است. حالا این یه پارادوکس، بالاخره این عبارت غلط است یا نیست؟ اگر غلط نیست، مفهومی که داره میگه غلطه، و اگر غلطه، خود واژه درستیه، میگه این عبارت غلط است. یعنی تو دلش داره خودش رو نقض میکنه، ولی وجود داره و درسته، داره خودش رو راست میگه، در مورد خودش داره درست میگه، واقعیت رو میگه، ولی خودش میگه من غلطم، میگه این عبارت غلط است، داره حقیقت رو میگه ولی غلطه. پس بالاخره درسته یا غلطه؟ خیلی بحث فلسفی میشه بخوام جزئیات پارادوکس رو بگم، ولی خیلی جاها میشه شبیه دوراهی دونستش. خیلی جاها وقتی به اون جمله برمیگردم و در آموزه‌های هرمس بهش اشاره میکنه که میگه هر حقیقتی تنها نیمی از حقیقت است، تازه خیلی خوشبینانه داره میگه، اگر نیمش رو بخواد بگه، اشاره داره به دو سمت و سوی ماجرا میکنه که تو اگر یک اتفاقی واسط میفته و دلپذیر نیست، این نیمی از ماجراست، نیم دیگر ماجرا چیز دیگری است که وظیفه توه بگردی دنبالش، اگر میبینی ترجیحش میدی به این تجربه‌ای که الان داری، اون مسیر رو انتخاب کنی و بری سراغش. پس اینو بگم، حقیقت واقعا لایه‌های مختلفی داره و این رو در تمامی اعصاری که بشر بوده و در تمامی مدارس و مکاتب و هر ساختاری که آموزه‌های این چنینی داشتند می‌بینی. از اون روز اولی که تو وارد یک مدرسه میشی، هر چی تو دستشونه که نمی‌ریزن جلوت، مرحله به مرحله میری جلو، و اگر یه روزی به یک حقیقتی برسی که دقیقاً این پارادوکس رو برات داشته باشه، دقیقاً اتفاقی که برای تو افتاده، این چالش رو داری و این چالش جزء درسای توئه. اصلا اونجا این درس بعدی مطرح شده که تو این چالش رو پاس کنی. حالا که پاس می‌کنی، درک جدیدی از حقیقت، لایه جدید داری، تو به یک جهان جدیدی وارد شدی. قبول هر باوری ورود به جهان دیگری است و این حقایق همینجوری مثل لایه‌های یک پیاز دقیقاً همینجوری تو در تو تا میرسه به اون هسته و مرکز. اگر من می‌خوام این حقیقت هیچ وقت تغییر نکنه، یعنی می‌خوام همینجا بمونم و هیچ پیشرفتی هم نکنم. یه سوال دیگه برام باز شد، قبول هر باوری ورود به جهان دیگریه. آیا من میتونم کتابی بخونم بدون اینکه قبولش نکنم؟ چرا که نه، من این همه کتاب میخونم همه رو قبول کنم که الان باید از امین آباد دارم بیاریم. جذاب بودنش آیا قبول کردن اون باور نیست؟ نه الزاماً. این همه فیلمی که الان داریم میبینین، شما نشستین لست آواز میبینین، الان قارچ صبحونه خام خوردین، الان اون میزنه بیرون؟ نمیزنه بیرون. هر چند که ممکنه تأثیر بذاره، واقعا ممکنه تأثیر بذاره، ولی این یکی از اون قابلیت هاییست که ما در طی طریقمون باید کسب بکنیم که مواجه بشیم، شاهد باشیم، اما دخیل نشیم. یک سوال دیگه، آیا خودآگاه و ناخودآگاه دو سر یک ماجرا هستند؟ میشه گفت یه ماجرا هم توی دیگه. باز برمیگردم به سوال قبلی، اتحاد بین این دو میشه روشن ضمیری؟ Not directly، نه خیلی دقیق. خب پس این دوتا اتحاد دارن، من روشن ضمیرم، ولی همه اینا با هم داره اتفاق میفته، به واسطه همدیگه رشد میکنن و ارتقا پیدا میکنن، نه الزاماً چون من الان مثلا دارم کودک درون میرم پس روشن ضمیر میشم. ولی تو خودت تجربه کردی وقتی کودک درون اومدی، نحوه نگرشت به جهان طوری شد که حالا چیزایی رو میبینی که قبلا نمیدیدی. چرا به این نمیگی روشن ضمیری؟ تو الان نور جاهایی ننداختی که قبلا تاریک بوده و اصلا نگاهشون هم نمیکردی، چرا این روشن ضمیری نیست؟ روشن ضمیری حتما باید جن و پری ببینیم؟ نه، روشن ضمیری یعنی اینکه
من آگاهانه زندگی کنم. هم بودن در لحظه. متشکرم.